با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه امشب رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. رو در رو برنامه رادیو تلویزیونی است که صاحب نظران و فعالین سیاسی اجتماعی از گرایشات مختلف را رو در روی هم قرار میدهد. ما برنامه کنجکاو، حقیقت جو و بدبین نسبت به وضع موجود هستیم. از همه صاحب نظران در هر موردی سوال میکنیم تا شما بینندگان و شنوندگان عزیز خود به قضاوت بنشینید. برنامه امشب رو در رو برنامه ویژه است. همونجوری که میدونین یک شنبه 5 اکتبر 2014 روز جهانی دفاع از ریحانه جباری بود. یک شنبه دنیا مهربانتر بود، یک شنبه هوا آبی تر بود، یک شنبه مردم به هم لبخند می زدند، یک شنبه قلب ها به هم نزدیکتر بود. بعد از دوندگی های زیاد، وقتی از یکی تشکر می کردم که خسته نباشد، گفت اصلا خسته نیستم، احساس شادابی می کنم. از لس آنجلس تا تورنتو، از فرانکفورت تا لندن، از اسلو تا استکهلم، در همه جای جهان صدای هم را شنیدیم. یک شنبه در دنیا صدای دیگر علاوه بر صدای گوش خراش داعشیان و صدای له شدن استخوان‌ها زیر بار سرمایه به گوش دنیا رسید. صدای امکان پذیر بودن یک زندگی عاری از درد، رنج، خون و فقان ملودی زیبای انسانیت. ما یک بار دیگر در مقابل حکومتی ایستادیم که با چنگ و دندان و تهدید و عربده می‌خواهد یک دختر جوان را بکشد. اینها گوشه‌هایی از آخرین نوشته مینا احدی و گزارشش به عموم تحت عنوان اگر هنوز ریحانه زنده است به دلیل حضور شماست. در برنامه امشب رو در رو همونجوری که من اشاره کردم، این برنامه یک برنامه ویژه است و ما با مینا احدی سخنگوی کمپین بین‌المللی بر علیه اعدام خواهیم بود و در ارتباط با جنبش بر علیه اعدام و کیس ریحانه جباری با مینا احدی صحبت و گفتگو خواهیم داشت. با سلام به شما مینا احدی، به برنامه رو در رو خوش اومدید. خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم حضور شما، همکارانتون و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن یا میشنون. خیلی متشکرم. لطف کنین برای بینندگان و شنوندگانمون آخرین اخبار رو در ارتباط با کیس ریحانه جباری بگین. این برنامه دوشنبه داره در تورنتو کانادا ضبط میشه و رژیم جمهوری اسلامی ادعا کرده که ریحانه رو در سه‌شنبه اعدام خواهند کرد. آخرین خبرها چیه راجع به کیس ریحانه جباری؟ تا اونجایی که به بخش به اصطلاح حقوقی این پرونده برمیگرده، خب گفته بودن قبلا، یعنی حدودی یک هفته پیش هم، همه ما، هم خانواده ریحانه، هم ما که کمپینی رو داریم پیش میبریم، فکر میکردیم پرونده داره مجددا بررسی میشه، ولی جمهوری اسلامی چون به هیچ صراطی مستقیم نیست، همینطوری وسط بررسی پرونده و اینکه به خانواده ریحانه گفته بودن آبان ماه، یعنی یه ماه دیگه بخش دوم پرونده رسیدگی خواهد شد، ریحانه رو همینطوری ناگهانی بردند از زندان شهر ری به زندان رجای شهر و گفتند که میخوان اعدام کنند. در فاصله مدتی که به اصطلاح خبر را ما شنیدیم، خب 8 ساعت وقت داشتیم، اعتراضات خیلی زیادی شد و جمهوری اسلامی، مقامات بالای حکومت اسلامی، شبی که قرار بود ریحانه را اعدام کنن، شب دوشنبه هفته گذشته که قرار بود سه‌شنبه اعدامش کنن، جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دادن، ظاهرا با حضور خیلی از وزرا، و بعد اعلام کردن که ریحانه را برمیگردونن دوباره به زندان شهر ری، جایی که قبلا اونجا بوده. در فاصله این مدت چیزی که ما دیدیم، اولش به صورت همینطوری از طریق به صورت شفاهی شنیدیم که 10 روز فرصت داده شده به ریحانه و بعد از زبان ری شهری، وزیر به صورت دادگستری جمهوری اسلامی، اعلام شد که 10 روز فرصت
غیر قابل برگشت یا مثلا غیر قابل تمدید یه جورایی به ریحانه و خانوادش داده میشه که از خانواده مقتول به اصطلاح اینا مثلا بخشش تقاضا کنن و بخشش بگیرن. در فاصله این چند روز اتفاقی که افتاده اینه که مادر ریحانه خانم شعله پاکروان مصاحبه های متعددی رو انجام داده با رسانه های مختلف و راجع به این پرونده مشخص صحبت کرده. در این حال ریحانه رو امروز در زندان سه نفر رفتن از مثلا مامورین جمهوری اسلامی دیدن، باش صحبت کردن، یه جوری تحت فشارش گذاشتن و ازش خواهش مثلا درخواست میکنن که یک نامه ای رو امضا کنه. الان بحثی که هست اینه که ریحانه باید یه نامه امضا کنه، قبلا میگفتن بگه که اصلا قصد تجاوزی در کار نبوده، الان هم ظاهرا فشار میارن به ریحانه مثلا نامه رو امضا کنه و بگه که خارج کشوری ها یا کمپین یا فعالیت هایی که انجام شده خوب نبوده یا یه جوری بر علیه اون صحبت کنه. ولی آخرین خبر این هست که پدر ریحانه آقای جباری قرار بود که امشب یعنی روز دوشنبه ملاقات کنه با خانواده سربندی و آخرین ملاقات ها داره انجام میشه و باید دید که به نتیجه میرسند یا نه. پرونده الان در بخش اجرای احکام هست، ما امروز تماس داشتیم، وکیل پرونده داره میگه که برای به اصطلاح اعدام شدن هنوز دستوری نیومده، ولی پرونده رو جمهوری اسلامی الان یعنی فرستادن به بخش اجرای احکام و میشه گفت هر لحظه خطر اجرای حکم اعدام هست. خود ریحانه امروز تماس گرفته با مامانش و گفته که فکر میکنم روز پنجشنبه، جمعه، شنبه خیلی مهمه و بهتره که حواستون به این سه روز باشه. مینا عهدی، ما در جنبش بر علیه اعدام به پدیده‌ای به اسم جنبش بخشش در ایران روبرو میشیم که شاید بشه گفت ویژگی جنبش بر علیه اعدام توی ایران میتونه باشه. به نظر شما جایگاه این جنبش تو جنبش بر علیه اعدام چیه و شما ویژگی جنبش بر علیه اعدام در ایران رو چجوری میبینین و توضیح میدین؟ تا اونجا که به جنبش بخشش برمیگرده، به نظر من در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که قصاص به قول خودشون وجود داره، یک قانون قرون وسطایی که خودشون اون را مقدس میدونن و در همین مورد مثلا در مورد کمپین ریحانه وقتی صحبت میشه، وقتی کار به مثلا مقامات بالای جمهوری اسلامی میرسه، حتی خانواده ریحانه خواسته بودن مثلا با خامنه ای صحبت کنن، جوابی که از دفتر رهبری جمهوری اسلامی برای اینا اومده همینه که این قصاصه و ما نمیتونیم توش دخالت بکنیم. وقتی یه قتل عادی توی جامعه اتفاق میفته، جمهوری اسلامی اعلام میکنه که خونی ریخته شده، در مقابلش خونی باید ریخته بشه و خودش رو نماینده جامعه میدونه و از طرف جامعه اعلام میکنه که خون در مقابل خون، چشم در مقابل چشم و یک نفر رو فوری، طبعا طبق سیستم قضایی جمهوری اسلامی که اصلا رسیدگی هم نمیشه، معلوم نیست اصلا کسی که دستگیر کردن قاتل هست یا نه، معمولا کسانی که دستگیر میکنن و تحت شکنجه وادار به اقرار میکنن، بعد میگن این رو ما اعدام میکنیم و بعد خانواده مقتول به نظر من یکی از قربانیان این پدیده هستن، یعنی کسی که عزیزی رو از دست داده، کسی که یک زخم رو به اصطلاح داره و خانواده‌اش عزادار هستن در رابطه با اینکه یک نفر رو از دست دادن، جامعه، جمهوری اسلامی، حکومت راجع به اینا هیچ احساس مسئولیتی نداره، اونا رو ول میکنه به حال خودش، به حال دردها و مشکلات و نمیدونم تمام مسائلی که تو این حول و حوش پیش میاد و بعد تنها حقی که به اونا میده اینه که دادگاه تصمیم میگیره، فوری یه نفر رو پیدا میکنن یا زیر شکنجه وادار میکنن اقرار کنه، بعد میگن این به اصطلاح قاتل هست و شما حاضر میشید در پای چوبه دار و شاهد و ناظر هستید و یا اینکه به اصطلاح آخرین حرف رو شما میزنید برای اجرای حکم اعدام و خیلی ها رو هم وادار کرده که چارپایه رو از زیر پای یک فرد بکشن و در حقیقت شریک جرم میکنه این افراد را با خودش. به مرور زمان مردم این رو تجربه کردن، ما همیشه راجع به این حرف زدیم و به عنوان کمیته علیه اعدام گفتیم قصاص غیر انسانیه، قصاص قرون وسطاییه، قصاص مربوط به قرون وسطاست و حتما باید رخت بربنده از دنیا، از مثلا جامعه بشری. در این حال یه بحث توی این پدیده بحث خانواده هایی هست که عزیز رو از دست دادن و به مرور زمان رفتن و تبدیل شدن به همکار جمهوری اسلامی برای اجرای حکم و خیلی از اینا باشون تماس دارم، من خیلی هاشون رو میشناسم از قبل رو پرونده هایی که کار کردیم،
بعد از اجرای حکم اعدام مواجه میشن با دپرسیون، با ناراحتی یا روحی روانی. تعداد زیادی دست به اصطلاح ببخشید توی بیمارستان بستری میشن و این به نظر من به تدریج توی مردم و بر اثر فعالیت‌ها یا بحث‌ها یا بالاخره یک بازنگری اجتماعی که روی این مسئله انجام شد، به مرور زمان تبدیل شد به یه جنبش بخشش. یعنی خانواده‌ها، فضای عمومی اطراف خانواده‌ها کمک کرد، بحث‌هایی که راجع به این مسئله هست کمک کرد به اینکه مثلا میگن ما می‌بخشیم. یعنی وقتی جمهوری اسلامی در مقابل دوراهی قرار میده، شما را یا شریک جرم بشید یا ببخشید، بخشش را خیلی ها انتخاب میکنن و این به نظر من بسیار مهمه، هم از زاویه مقابله با اعدام، هم از زاویه انسان دوستی که این مردم، این کسانی که غم و درد و رنج عظیمی رو با خودشون همراه دارن نمایندگی میکنن و همین که به خود اونا کسی نمیرسه، ظلم بزرگی در حقشون میشه، نه خدمات پزشکی میگیرن، نه روانشناسا و نمیدونم روانکاوا بهشون کمک میکنن، نه امکانات اجتماعی میگیرن، نه کسی به قتلی که اتفاق افتاده رسیدگی میکنه، نه حکومت از زاویه جامعه اعلام نمیکنه که سعی میکنم این آدمو ایزوله کنم و جامعه را حفظ کنم، اینا مطرح نمیشه. همش یه قانون جنگل داره اجرا میشه که به مرور زمان خود مردم در مقابلش ایستادن. به نظر من جنبش بخشش یک حرکت بسیار مهمه در مقابله با اعدام، تا همین حالا جان خیلی ها را نجات داده. در این حال یه فضای اجتماعی در ایران ایجاد شده که الان خانواده های وجود دارن میگن اگه نبخشیم دیگران به چشم بد به ما نگاه میکنن، اگه نبخشیم در همسایه ها دیگه با ما سلام علیک نمی کنن. این مهمه به نظر من. این یعنی در حقیقت پس زدن پدیده اعدام از اعماق جامعه و این اتفاقی که در ایران داره میفته و من کاملا ازش دفاع میکنم. ضمن اینکه فکر میکنم حتما باید در مورد اعدام، در مورد قتل عمد دولتی، در مورد رسیدن به خانواده های مقتولین، تمام اینا باید مورد بحث قرار بگیره و رفتار مدرن اجتماعی پیشرفته و انسانی با اونا باید انجام بشه در مقابل این مردم و باید راجبش بحث کرد. ولی جنبش بخشش یه جنبش بسیار مهمه به نظر من. من درود میفرستم به خانواده های، به مادران و پدرانی که پای چوبه دار میرن و میبخشن و میگن من نمیخوام شاهد و ناظر جان دادن یک نفر باشم. این حرکت مهمه و در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی واقعا یک حرکت رو به پیش است از نظر من. مینا هدی، البته شما اشاره کردین در ارتباط با خانواده مقتول، ما در ارتباط با کیس ریحانه با تقابل جنبش های مختلف روبرو میشیم. از یه طرف ما جنبش بر علیه اعدام و بر علیه رژیم جمهوری اسلامی رو میبینیم و از طرف دیگر جنبش ملی اسلامی ها و اصلاح طلبان رو میبینیم که اونا این انتقاد رو به جنبش بر علیه اعدام مطرح میکنن که کمپینایی که راه میفته خانواده مقتول رو در نظر نمیگیره و در نظر نمیگیره که این خانواده یکی از عزیزانشون رو از دست دادن. من در ارتباط با کیس ریحانه نقل قولی رو از یکی از روزنامه ها میخونم و دوست داشتم که نظر شما رو جویا بشم. در ارتباط با کیس ریحانه، انصاف نیوز به نقش آقای شین در پرونده ریحانه جباری اشاره میکنه و مینویسن، در بخشی از این نوشته میاد که ریحانه میخواهد که این آقا را پشت پرده نگه دارد و معرفی نکند و شاید فکر میکند که این آقا نجاتش بدهد اگر حتی اگر پای چوبه دار برود. این یکی از این نشریه ادعا میکنه که این یکی از جملاتی است که جلال فرزند سربندی درباره شخصیت مرموز پرونده ریحانه در مصاحبه با اعتماد گفته است. جملاتی درباره فردی به نام آقای شین که نقش محوری در کشف حقیقت این پرونده دارد. و خانواده طبق این نوشته مطرح میشه که ریحانه حقیقتی رو درباره قتل پدر خانواده سربندی داره پنهان میکنه و همچنین یکی از وکلای ریحانه محمد مصطفایی میگه که آقای شین گویا فردی بوده است که با برنامه‌ریزی کامل چنین ماجرایی را برای ریحانه و مرتضی درست کرده و هیچ رد پایی از خود باقی نگذاشته و همچنین از وجود یک سی دی صحبت میشه. شما نظرتون راجع به این نکاتی که این نشریه معین مطرح میکنه چیه؟
خب طبعا ما در مورد پرونده ریحانه وقتی بخوایم وارد صحبت بشیم در مورد یه پرونده حرف میزنیم که یک به اصطلاح قتل عادی نیست، یعنی مثل سینا پایمرد یا علی مهین ترابی نیست که دوتا بچه با هم دیگه دعواشون شده تو مدرسه، یکی به یکی چاقو زده، یکی میشه خانواده مقتول و این پرونده ها رو هم ما روش کار کردیم. ما در مورد پرونده ریحانه جباری حرف میزنیم که تا حدودی که برای افکار عمومی روشن شده، مسئله اینه که ریحانه جباری 19 ساله میگه که من 3 بار با سربندی و فردی به اسم شین یا شما میگید شید یا آقای شیخی نامی به اصطلاح روبرو بودم، هر 3 بار اینا با هم بودن، بعد یه بار من رفتم خونه سربندی گفته که بیا دکوراسیون خونه رو انجام بده و در مقابل این قرار گرفتم که قصد تجاوز داشته به من و درگیر شدیم با چاقی که توی اون خونه بوده، یه ضربه زدم فرار کردم، موقعی فرار کردم دیدم همون آقای شین وارد این خونه شده. این چیزیه که ریحانه داره مطرح میکنه. از طرف دیگه خب ریحانه در این حال میگه وقتی منو دستگیر کردن من ایستادم اونجا خبر دادم به پلیس، همه این چیزایی که گفته رو نوشته و بعد میره زندان و تحت شکنجه قرار میگیره. الان در مقابل پدیده اعدام ریحانه قرار گرفتیم و الان دولت، حکومت اسلامی، کسانی که ریحانه رو به اعدام محکوم کردن توی رسانه‌های خودشون همیشه دارن مینویسن و بعضی وقتا هم پسر آقای سربندی این موضوع رو مطرح کنه، ریحانه بیاد این شین رو پیدا کنه، ولی این وظیفه ریحانه نیست. تو هیچ جای دنیا وظیفه کسی که به اتهام قتل دستگیر شده و یه عده دارن روش بررسی میکنن این نیست که بیاد تمام اجزا و زوایا، به ویژه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ابدا وظیفه ریحانه نیست که اون فرد رو پیدا کنه. فردی تو این ماجرا گم هست و اگر خانواده سربندی میخوان ما هم اینو میخوایم که این فرد روشن بشه، این آدم کی بوده، نقشش چی بوده. همین امروز خانم شعله پاکروان مصاحبه‌ای داشت با یه تلویزیونی و اعلام کرد همین رو گفت. گفت ریحانه گفته من همیشه این دو نفر رو با هم دیدم در 2-3 باری که ملاقات کردم. پس خانواده سربندی احتمالا خبر داشتن این آقا دوست جونجونی پدرشون بوده دیگه که همیشه باهاشون بوده. آیا اونا نمیتونن کمک کنن؟ ریحانه تا حدی که میتونسته این کارو کرده، چهره نگاری کرده. ریحانه یه چهره‌ای رو که خیلی هم باهوش هست واضح در مقابل سیستم جمهوری اسلامی و خانواده سربندی قرار داده. و ریحانه میپرسه آیا کسی این رو میشناسه؟ از این خانواده کسی این رو دیده؟ با پدرتون همیشه با هم بوده؟ و خود جمهوری اسلامی با تمام اینکه تمام سوراخ سنبه‌های اون جامعه رو میگرده و بو میکشن، اراذل اوباش حکومت اسلامی و نمیدونم وزارت اطلاعاتی ها، چرا نمیتونن این آدم رو پیدا کنن؟ اتفاقا سوال همینه. بنابراین ما در مورد یه پرونده امنیتی صحبت میکنیم. سربندی همکار قبلی جمهوری اسلامی بوده. بحثایی بود مبنی بر این که، یعنی خبرها و گزارشاتی هست مبنی بر این که ایشون مثلا کار پزشکی انجام میداده ولی تجارت میکرده روی وسایل پزشکی با خارج از کشور. و وقتی یکی از بحثا همینه، وقتی که از پله ها اومده پایین گفته دزد، در حالی که ریحانه نه از اون خونه چیزی برده نه داستان اصلا سر ریحانه بحث دزدیه. بنابراین یکی دیگه رفته تو اون خونه اسناد، مدارک، پول یا چیزایی رو دزدیده. همه اینا ابهامات این پرونده است. اتفاقا ما یه طرف این ماجرا هستیم، یعنی کمپین دفاع از ریحانه و مایی که داریم این کار رو پیش میبریم یک بخش این ماجرا هست. اون شین کی هست؟ اصلا چه کسی سربندی رو کشته؟ ما همین امروز دوباره بیانیه دادیم از طرف کمیته علیه اعدام و این رو نوشتن روزنامه ها تو ایران که پسر آقای سربندی جلال میگه که ازش میپرسن، میگن عموی شما تو یک نشستی که با هنرمندا بود که ما هم پروتکل اون نشست رو دریافت کردیم گفته که برادر من با شلیک گلوله کشته شده. وقتی از جلال میپرسن میگه عموی من اشتباه کرد، فکر کرده، چون فکر کرده جای چاقو رو دیده، فکر کرده جای گلوله است. آخه ما در مورد این پرونده داریم حرف میزنیم. ابهامات بسیار زیادی روی پرونده ای وجود داره که یک نفر رو میخوان به راحتی قربانی کنن و اون ریحانه جباری. دقیقا به خاطر تمام این مسائل باید این پرونده بررسی مجدد بشه، نه فقط از طرف، نه اینکه از طرف جمهوری اسلامی. هیچ کس و ما به طریق اولا هیچ اعتمادی نداریم به اینکه جمهوری اسلامی پرونده رو بررسی مجدد بکنه. ما همیشه این رو مطرح کردیم. یه بار دیگه الان مثلا از طریق رسانه شما میگم، امکان این هست که از طریق ما، از طریق نهادهای بین المللی، از طرف سازمان ملل یا اتحادیه اروپا یک هیئت بره ایران، تمام آثار جرم رو، تمام مسائل رو بررسی کنه اگه جمهوری اسلامی بکشه کنار و اونا اعلام کنن که بر اساس این آثاری که هست چه کسی قاتل بوده. ببینید توی اون صحنه دو تا
شربت بوده که ثابت شده تو یکی از اینا قرص خواب‌آور بوده. وقتی از پسر آقای سربنده میپرسم میگه این قرص خواب‌آور نبوده، این داروی به اصطلاح مسهل بوده. آخه ما واقعا دیگه مضحکه شده این پرونده. هر کس داره یه حرفی میزنه، مثلا در مورد چاقویی که ظاهرا ریحانه با خودش برده، اول گفتن 10 سانت، بعد 20 سانت، بعد 30 سانت، بعد 50 سانت، و مادر ریحانه همینو میگه، میگه ظاهرا یه شمشیر تو کیف دخترانه خودش قایم کرده برده تو این خونه. این پرونده پر از ابهامه و جمهوری اسلامی سعی کرد ریحانه را قربانی کنه برای اینکه روی یکی از قتل‌هایی که در درون خودشون احتمالاً اتفاق افتاده به اصطلاح یه سنگی بذاره. ولی خب اعتراضات بین‌المللی باعث شده الان جمهوری اسلامی توی حالت کیشومات قرار گرفته و باید دید بعد از این چه تصمیمی میخوان بگیرن. مینا عهدی، ایران دوران حسن روحانی که با ادعای دولت اعتدال و امید بر مسند ریاست جمهوری رژیم جمهوری اسلامی نشست، طبق گزارش سازمان ملل در سال 2014 در رتبه دوم کشورهای اعدام کننده در دنیا قرار داره. به نظر شما جنبش بر علیه اعدام چه قدم‌هایی میتونه ورداره که رژیم جمهوری اسلامی رو در این عرصه عقب بزنه؟ به نظر من اولین مسئله این هست که ما باید این رو قبول کنیم که در ایران یه جنبش گسترده علیه اعدام وجود داره و باید این رو قبول کرد که مردم ایران همشون واقعا زخم خورده هستن. یکی به خاطر اینکه بچهش به اتهام مواد مخدر دستگیر شده، یکی به اتهام فعالیت سیاسی، یکی عزیزش رو به خاطر اینکه قرآن رو یه جور دیگه تفسیر کرده الان در خطر اعدام میبینه، یکی به خاطر اینکه مثلا میگن که نقد کرده از اسلام یا دست کشیده از اسلام یا وبلاگ نویس بوده یا هنرمند بوده یا بهائی بوده یا غیره و غیره. یعنی شما اگه نگاه کنید تقریبا تمام مردم ایران یک نفر رو، یک عزیز خودشون رو در به خاطر این مسئله اعدام در ایران از دست دادن. و همونطور که گفتم به مرور زمان یه جنبش گسترده علیه اعدام در ایران وجود داره که سعی میکنه مقاومت کنه، مبارزه کنه با اعدام‌ها در ایران. نکته اصلی که به نظر من هست اونم اینه که هنوز از نظر من جنبش علیه اعدام خیلی گسترده تر از این میتونست باشه، خیلی وسیع تر از این میتونست باشه. یه مسئله مهمه و اونم اینه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی، احزاب و سازمان‌های متعدد سیاسی که به عنوان اپوزیسیون دارن فعالیت میکنن، به نظر من اهمیت لازم رو به مبارزه علیه اعدام تا حالا ندادن و توی عرصه عملی مبارزه علیه اعدام و نجات جان انسان‌ها به نظر من کم درگیر شدن و یا جایگاه این مبارزه را همونطور که گفتم به درجات درک نکردن. منم تو همین چارچوب اتفاقا مینا عهدی می‌خواستم سوال بعدیمو مطرح بکنم. شما فکر می‌کنید دلایلش چیه که سازمان‌ها و احزاب مختلف اپوزیسیون تو این زمینه به اندازه کافی تمام نیرو و امکاناتشون رو به کار نمی‌گیرن؟ چه دلایلی باعث این مسئله است و انتظارات و توقعاتتون از اونها چیه؟ طبعا من در مورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی حرف میزنم. بله، شما تو سوال قبلی هم یه اشاره کردیم مثلا به جنبش ملی اسلامی. بله، ما جنبش ملی اسلامی رو داریم در ایران که همواره سعی کردن توجیه کنن، همواره طرفدار روحانی، یه دوره طرفدار خاتمی بودن و در مواردی عکس العمل هایی نشون دادن، ولی همونا رو هم الان ما مواجه هستیم. مثلا عمادالدین باقی فرزن الان که خودش مثلا جالبه، مثلا سرگذشتش شما نگاه کنید طرف در سپاه پاسداران بوده، جزو دفتر سیاسی سپاه بوده، یعنی بعدم از خانواده آخوند که زیر دست و پای همه این آخوندا بزرگ شده، افتخارش اینه که مثلا خمینی رو از نزدیک میشناخته و اینا. یه همچین تیپی به مرور زمان وقتی که اینا مثلا اختلافاتی پیدا میکنن با حکومت، بعد الان اومده به عنوان فعال علیه اعدام معرفیش میکنن، بعضن هم خیلی مطرحش کردن به عنوان که جایزه بگیره با اینا. وقتی وارد فعالیت میشه اساسا کارش همینه که برگرده به کمپین های دیگه، بگی که این کمپین ها خوب نیست، خانواده مقتول رو ناراحت میکنید، قهرمان میسازید. همین بحثایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه در مقابل اعتراضات وسیع و رادیکال و اجتماعی که مثلا ما کمیته بین‌المللی علیه اعدام، حزب کمونیست کارگر ایران یا احزاب دیگه، مثلا جریانات دیگه که علیه اعدام دارن فعالیت میکنن، بنابراین ما اونا رو تکلیفشون رو باید روشن کنیم، بذاریم کنار. همین الان در رابطه با کمپین ریحانه صحبتی نمی‌کنن، حرفی نمی‌زنن و تنها چیزی که الان مطرح هست همینه که سعی می‌کنن بگن که باید آرام بوده، باید سر و صدا به پا نکرد و جمهوری اسلامی رو نباید عصبانی کرد و اینا. این یه بحث. تا جایی که بحث مثلا لگام هم برمیگرده که تو ایران اعلام موجودیت کرد، در مورد ریحانه صحبتی نکرد.
ولی من در مورد مثلا احزاب کمونیسم کارگری، جریانات سیاسی، جریانات چپ، جریانات ضد جمهوری اسلامی دارم حرف میزنم که فکر میکنم واقعا اگه به اصطلاح تعارف نباشه، به جز حزب کمونیست کارگر ایران و کمیته بین‌المللی علیه اعدام که سعی کرده متمرکز همیشه نمیدونم مداوم روی مسئله اعدام کار کنه، کمتر توجه کردن. حتی جریانات دیگه که از حزب کمونیست کارگری مثلا منشعب شدن، یا اینکه احزاب مختلف و متفاوت دیگه که دارن فعالیت میکنن. میدونید یه نکته به نظر من مهمه و اونم اینه که اعدام یک ستون اصلی جمهوری اسلامیه. اعدام برای ترسوندن مردم، اعدام برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی، اعدام برای جلوگیری از اعتصابات کارگری، اعدام برای ترسوندن رهبرهای کارگری، رهبرهای جنبش زنانه. بنابراین یه ستون جمهوری اسلامی، هم از زاویه انسانیش که اینا حق حیات رو از انسانهای زیادی گرفتن، خانواده های زیادی رو داغدار کردن، خیلی از زندگی ها رو برباد دادن، و هم از زاویه جایگاه سیاسی و اهمیتی که اعدام داره، باید بسیار بیشتر از اینا به اعدام، به مبارزه علیه اعدام توجه کرد و مبارزه کرد. از نظر من کسی که مبارزه علیه اعدام نمی‌کنه، یا فعال نیست تو این عرصه، یا جایگاه این رو نمی‌فهمه، سیاست در ایران و مبارزه سرنگونی طلبی علیه جمهوری اسلامی رو زیاد متوجه نشده، یا به این عرصه هنوز خیلی اهمیت نداده، یا نپیوسته. به این معنا به نظر من ما در مورد حکومتی داریم حرف میزنیم که 700 نفر رو در فاصله چند ماه اعدام کرد. متاسفانه و متاسفانه ما در مورد همه این پرونده ها نه خبردار شدیم، نه خبردار میتونیم بشیم، و نه اونقدر نیرو داریم در مورد تمام اینا کمپین بذاریم. بعضا این کمپین های ما سمبولیک میشه، کمپین های ما متمرکز میشیم روی یک کیس و سعی میکنیم اون رو به نتیجه برسیم، و همین خوب بوده تا حالا، تاثیرات زیادی داشته. من سبک و روش کاری که خودم پیش میبرم اینه که چهره باید مثلا چهره ها رو باید نشون داد، باید با این آدما مصاحبه کرد، باید صداشون رو پخش کرد، باید توجه عمومی رو جلب کرد. این کار ساده نیست اصلا که شما در مورد یک پرونده اعدام دنیا رو به حرکت در بیاری. من دیروز رفته بودم تریر، با دوستان آلمانی تظاهرات داشتیم، یکی از زنانی که اونجا بود دانشجو بود، گفت که مینا خیلی سخته شما بیایید مرکز شهر تریر، بلنگو دستت بگیری، علیه اعدام حرف بزنی، همه مردم توجهشون جلب بشه بیان. درست مثل اینکه در مورد گرسنگی حرف بزنی مثلا، مردم میگن آره هست دیگه، میان و میرن. ولی الان وقتی که در مورد ریحانه من اونجا صحبت کردم، جمعیت زیادی جمع شدن. گفت به خاطر این خودش یه هنره که شما عکس دارید، صداشو مثلا پخش کردید، نزدیک کردید این مسئله رو به مردم و تاثیر داشته در اینکه افکار عمومی توجهشون جلب شد. در هر حال میخوام خلاصه بکنم، به نظر من خیلی ها این جایگاه را نفهمیدن و مبارزه علیه اعدام به نظر من یه مقدار زیادی بارش به دوش فقط جریانات یا افرادی افتاده که مداوم دارن این کار را پیش میبرن. فراخوان من به همه شخصیت ها، به همه جریانات و احزاب و کسانی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنن اینه که این مبارزه رو باید دید، این مبارزه رو باید جدی گرفت، و تو این مبارزه باید بسیار بیش از اینها سهیم و شریک شد. مینا عدی، البته شما در صحبت هاتون هم به مسئله چهره و چهره به جامعه دادن و به دنیا معرفی کردن اشاره کردین. در ارتباط با فعالیت کمپینی میخواستم ازتون بپرسم چه کسایی با شما موافق باشن و چه کسایی با شما مخالف باشن، مینا احدی به عنوان یکی از کمپینرهای موفق و برجسته در جنبش اپوزیسیون در ایران جا افتاده است و موافقین و مخالفین اون رو به رسمیت میشناسن، و شما مسئله فعالیت کمپینی رو در سیاست در ایران جا انداختین. سوالی که میتونه برای برخی مطرح باشه این که شما برای شما برای اینکه اون چهره معین رو انتخاب بکنین، شاخص و معیار انتخابتون برای کمپین رو انداختن در ارتباط با کسی که منتظر حکم اعدامه چیه؟ و چه کسایی رو انتخاب میکنین که خودش کمپین رو بندازین؟ طبعا خب این سوال مهمی هست، و مثلا از سال 2001 فرضاً تا اونجایی که به کمیته علیه اعدام برمیگرده فعالیت هامون رو یواش یواش شروع کردیم. من همیشه اولین کمپین هایی که به اصطلاح ما اعلام کردیم علیه اعدام، کمپین کبرا رحمانپور بود، کمپین افسانه نوروزی بود، بعد به تدریج مثلا کمپین نازنین فاتحی، کمپین فاطمه حقیقت پژوه. میبینید که اکثرا زن هستن،
شاید یه دلیلش اینه که خوشحال خودم زن هستم و خیلی نزدیک میتونم درک کنم حرفایی که زده میشه. مثلا من خودم توجهم رو سرگذشت کبری رحمانپور خیلی جلب کرد. تو روزنامه های ایران نوشتن عروس سیاه بخت و من از این ترکیب خیلی بدم میمد از این کلمه. بعد خوندم دیدم مثلا یه دختر جوان اینطوری بوده زندگیش، میخواسته خیلی علاقه داشته درس بخونه، دانشگاه بره، رفته خونه کسی شروع کرده به کار، مورد تجاوز قرار گرفته و سرگذشتش این شده. شاید یه دلیل همینه که در این حال بعضی از کیس ها، بعضی از پرونده ها چکیده وضعیت مردم ایران رو نمایندگی میکنن. مثلا کمپین کبری رحمانپور اینجوری بود، دختر جوان علاقه داره درس بخونه، پدرش کارگره، این وضعیت رو نداره، مورد تجاوز قرار میگیره، مجبور میشه ازدواج کنه، بعد مثلا تحقیر و توهین میشه بهش، بعد توی جریان ناخودآگاه یه نفر رو به قتل میرسونه و میگیرن و میخوان اعدامش کنن. این پرونده خب برای خودم خیلی جالب بود و میشد راجبش کار کرد. بنابراین یکی از مسائل شاید همینه که بعدم خیلی وقتا احساس میکنم اگه چیزی منو ناراحت میکنه، اگه من میشینم گریه میکنم به حال بعضیا، همه مردم همینطوری هم باید با همین به اصطلاح پشن رفت به سراغ دیگران. ولی فاکتورهای دیگه هم تاثیر داره برای اینکه یک کمپین را ما انتخاب کنیم و کار کنیم روش. یه فاکتور به نظر من ارتباط با ایرانه، خانواده‌شن. من بعضی وقتا روی یک پرونده های خیلی علاقه داشتم ولی هیچ کانال ارتباطی پیدا نمی‌کردم که با اون آدما کار کنیم. بنابراین یک فاکتور اینه که خانواده این فرد در ایران آیا اولا قابل دسترس هستن، تلفنشون دست ما میاد، امکان صحبت کردن داریم، ثانیا وحشت نداشته باشن با ما صحبت کنن و همکاری باید به درجات انجام بدن، یا کسی که خودش تو زندانه آیا میخواد اصلا ما این پرونده رو به عهده بگیریم. در این حال ما بعضا با وکلای کار کردیم تو ایران، دوره اینطوری بوده، وکیلی به من زنگ زده میگفته خانم احد این کیس رو برمیدارید که منم بردارم. یعنی ما اینطوری با هم دیگه همکاری میکردیم و به خاطر اینکه نیرومون خیلی زیاد نیست، ما مجبور میشدیم بعضی وقتا انتخاب کنیم و متمرکز روی یه دونه به اصطلاح کیس کار کنیم. ولی به نظر من مجموعاً اگه بخوام جمع بندی کنم، ما باید عکس میداشتیم، ما باید امکان تماس با زندانی، امکان تماس با خانوادش، خانوادش نباید میرفتن علیه مثلا ما حرف بزنن، چون تمام این کمپین ها فراز و نشیب‌های زیادی داره. یعنی وقتی وارد یک کمپین میشیم، من با پدر کبری رحمانپور بیادش بخیر فوت کرد بعدا متاسفانه، یا با مادرش، ما با همدیگه فراز و نشیب‌هایی رو پشت سر میذاریم. من گریه میکنم با اونا، اونا به من زنگ میزنن و با هم دوست میشیم، ولی در این حال من میخوام اون نره علیه من حرف بزنه. اگه جمهوری اسلامی اونو تحت فشار میذاره علیه کمپین حرف بزنه، اینا همش مسائلی هست که پیش میاد. به نظر من ما در مورد زنان خیلی کمپینای خوبی پیش بردیم، شاید به خاطر اینکه واقعا وضعیت زنان در ایران بسیار وخیم هست و خیلی از زنان قربانی همه قوانین و سنت‌های عقب مونده هستن. ما در مورد بچه‌ها، جوانای محکوم به اعدام، کمپین‌های خیلی موفقی را پیش بردیم و ما در مورد مواد مخدر کمپین پیش نبردیم. این انتقاد به ما وارده. به نظر من ما هیچ کمپینی رو اعلام نکردیم، کسی رو به اتهام مواد مخدری مثلا دستگیر کردن یا اعدام کردن. من با خانواده طرف بودم که ایشون، یعنی مردی که اعدام شد متاسفانه بعدن، یه مغازه داشت، آورده بودن تو مغازش هروئین گذاشته بودن، دستگیر کردن و اعدام کردن، دوتا بچه هم از ایشون به جامون. ولی چون خانوادش با ما مثلا ارتباط خیلی نزدیک برقرار نکردن، نتونستیم. ولی در هر حال به نظر من کمپین ها سمبولیک هست و نمایندگی بخشایی از جامعه رو میکنه. مینا هدی، به عنوان آخرین سوال، کمپین برای نجات جان ریحانه یکی از کمپین‌های درخشانی بود که جنبش بر علیه اعدام پیش برده و در ایران و جامعه بین‌المللی انعکاس بسیار وسیعی داشته. به نظر شما چه قدم‌هایی لازمه که برداریم تا جنبش بر علیه اعدام رو هرچی قدرتمندتر و توده‌ای‌تر بکنیم؟ طبعا کمپین نجات ریحانه خب از طرف 4 نفر اعلام شد، نازنین افشین‌جم، شبنم اسداللهی، شادی پاوه و من، و در این حال خانم مهوش الاسوندی واقعا قهرمانانه از روز اول در مثلا کنار این کمپین بودن و همینطور شیوا محبوبی و تعداد زیادی از دوستان با ما همکاری کردن. یکی از نقطه قدرت‌های این کمپین به نظر من همین بود که افراد مختلف با گرایشات سیاسی مختلفی تو این کمپین با هم دیگه کنار هم ایستادیم، فعالیت کردیم و از تمام امکاناتی که همه ما داریم استفاده کردیم برای اینکه این کمپین هرچه گسترده‌تر و وسیع‌تر پیش بره. تا اونجایی که به سوال شما برمیگرده، به نظر من یک مسئله اعتراضات در داخل ایرانه.
از نظر من الان شرایط طوری هست که بشه در ایران فعالیت های گسترده تری را سازمان داد، کمپین های وسیع تری را در ایران پیش برد و جان تعداد بیشتری را نجات بدیم. و من فکر میکنم مثلا ما در ایران میتونیم الان مثلا نگاه کنید، وقتی خانواده ریحانه همین دیروز رفتن جلوی زندان و بعد رفتن جلوی مدرسه که ریحانه درس میخوند، ریحانه خودش خواسته بود بادکنک‌های قرمز و سفید رو هوا کنن. مثلا به نظر من ما در ایران این زمینه رو داریم و میتونیم مثلا کارنوال‌های دفاع از زندگی سازمان بدیم با همین حالت رنگی، با بادکنک، با حضور بچه‌هامون، با حضور همه عزیزانمون بریم یه جاهای. مردم ایران سعی کردن از این امکانات، از این شکل از مبارزه استفاده کنن. مثلا در کمپین زانیار و لقمان وقتی پیش بردیم، شهر سقز مردم رفته بودن پارک و یه مثلا عروسک‌های را به حالت رنگی اونجا گذاشته بودن یا بر درخت آویزون کرده بودن، روش نوشته بودن نه به اعدام، ما مثلا دفاع می‌کنیم از زندگی. تو تظاهرات‌هایی که برای زانیار و لقمان فراخوان داده شد تو شهرهای مختلف کردستان، بزرگ پلاکارد نوشته بودن نه به اعدام، آری به زندگی. مثلا به نظر من یه همچین چیزهایی در ایران امکان پذیر است. من شخصا فکر میکنم که ما باید از مکانیزم های استفاده کنیم در ایران که الان خوشبختانه مثلا دانشجوها اومدن، جوونا بتونن بیان سهیم و شریک بشن از طریق رسانه های اجتماعی، از طریق میدیای اجتماعی، فیسبوک و غیره. مثلا یه ذره از این کارا هم کردیم، مثلا عکس آدما عکساشون رو میذارن، میگن که نه به اعدام ریحانه، اینو میفرستن یه جایی همه جمع میشه، راحت تر این کارا به نظر من انجام دادنش. در هر حال من شخصا فکر میکنم که کافیه دیگه، این همه اعدام، این همه جنایت. جمهوری اسلامی تا چشمتون رو برمیگردونید، تا راجبه یه پرونده حرف نمیزنیم، تا اسمی رو مثلا مطرح نمیکنیم، فوری میاره تو خیابون و اونا رو اعدام میکنه. اعدام واقعا یک بار دیگه اثبات شده برای این هست که جمهوری اسلامی از مردم وحشت داره و با اجرای اعدام در ملأ عام میخواد وحشت ایجاد کنه در مقابل مردم، از خودش بترسن، به خاطر اینکه میدونه نمیترسن. الان واقعا علیهش حرف میزنن، جوک درست میکنن. کافی یه ذره این بندهای خفقان شل بشه در ایران تا جمهوری اسلامی طوفان درو کنه. به خاطر همین و به خاطر وحشت خودش هر خیابونی میبره یه نفر رو اعدام میکنه. ولی به نظر من ما باید پاسخ اینو بدیم و باید همینطور که الان مردم در ایران دارن مبارزه میکنن با جنبش بخشش، با نرفتن به مراکزی که دارن اعدام میکنن و با مبارزه علیه اعدام، به نظر من فکر میکنم خانواده ها باید خودشون رو سهیم بدونن اگه بچه هاشون به اعدام محکوم شدن. در داخل زندان خود زندانیا شورش میکنن، در مقابل دوربین حرف میزنن، میگه نمیخوام منو بکشه، من ناناور چند نفر هستم، هیچی نکردم که این منو میکشه. یعنی این فضا وجود داره در ایران. بنابراین من شخصا امیدم این هست که در دوره آینده در ایران تظاهرات های گسترده تری و در مقابل زندان ها، در مراکز شهر ها، در مقابل مراسم شنیعی که جمهوری اسلامی سازمان میده برای اعدام های علنی شاهد باشیم و در این حال فراخوانم به همه مردم، به همه کسانی که این برنامه رو میبینن اینه که ما باید مبارزه علیه اعدام رو جدی بگیریم. ما باید خودمون رو سهیم و شریک بدونیم، نباید فکر کنیم کار یه عده آدم حرفه‌ایه که برن تظاهرات، هم میشه تظاهرات سازمان بدن. همه باید خودشون رو سهیم و شریک بدونن. اگر میخواییم از شر جمهوری اسلامی نجات پیدا کنیم، باید چوبه های دار رو بر سر جمهوری اسلامی خراب کرد. مینا عدی، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه رادیو تلویزیونی رو در رو قرار دادین و با آرزوی موفقیت براتون. خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی، شبها و روزهای خوشی رو براتون آرزو داریم. شب و روزتون خوش.